همزمان با روشن نبودن سرنوشت مذاکرات صلح افغانستان، وزیر خارجه آمریکا در دیدار با زلمه خلیلزاد تاکید کرده است که راهبرد واشنگتن برای افغانستان بر بنیاد شرایط به پیش خواهد رفت. امریکایانو خبر خلاص نیسی او داغو وطل در افغانستان سخه یقینی نیسی او توافقنامه دوی تایید نکی، نو زما فکر باندې دوی په فکر باندې داسې وایي چې دا خبرې به بینالافغاني هغه کمه نتیجه ورنکړي او کمه فایده به ونه لري. اگر ما از یک طرف جنگ ادامه میتیم و از طرف دیگه بالای میز گفتگو میشینیم، من فکر میکنم یک کار احمقانه است. در همین حال رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان بر تسریع روند صلح تاکید می‌ورزد، اما می‌گوید که عجله در این روند نباید منافع مردم را با خطر روبرو کند. مسئله صلح مربوط تنها مربوط به هیئت صلح نیست و هیئت مذاکره کننده نیست، بلکه مربوط میشه به کل مردم افغانستان و مخصوصا اقشار مختلف جامعه افغانستان که هر کدام به نوبه خود هم تشویش‌های خود دارند، هم توقعات خود دارند. شورای عالی مصالحه ملی گفته است که طالبان با تأخیر در گفتگو سرگرم نشست‌های حاشیه‌ای هستند و نیز خشونت‌ها را ادامه می‌دهند. اگر چنین وضعیت ادامه پیدا کند، مردم افغانستان از صلح امید نمی‌داشته باشند که متأسفانه طالبان تا فعلا هیچ نشانه‌ای از خود نشان ندادند که پابندی به صلح دارند. ماشین صلح حرکت می‌کنه و ما خوش هستیم که ماشین راه بفته و زودتر صلح بیاید در افغانستان، اما صلح آمدنی هست و این یک خواست ملی هم هست. با این همه نگرانی ها، ایالات متحده آمریکا توافقنامه صلح را با طالبان زیر بازنگری دارد. جو بایدن در سخنرانی جمعه شب درباره سیاست خارجی آمریکا از افغانستان نامی نبرد که به گفته آگاهان نشان می‌دهد حکومت تازه آمریکا هنوز هم درباره روند صلح افغانستان و توافقنامه دوحه تصمیمی نگرفته است.